خوش. دکتر فرناز زنده دل هستم در خدمت شما عزیزان. برنامه امروز راجع به مطلبیه که مطمئنم مورد توجه شما عزیزان قرار میگیره. مطلب راجع به افراد ایرادگیر هست که ایرادگیری واقعا منشأ عمیق اختلال شخصیتی و میتونه اختلال روانی هم داشته باشه. کسی که ایرادگیر هستش نه از خودش راضیه نه از دیگران، متاسفانه اطمینان نه به خودش داره نه به دیگران. از یه طرف میخواد خوشحال باشه و فکر میکنه که اگه کنترل بکنه اطرافیانشو و دوستان نزدیکشو ممکنه از این آشفتگی تا حدی در بیاد و احساس آرامش از درون بتونه تجربه بکنه، در صورتی که متاسفانه اینطور نیست. کسی که نیاز داره اطرافیانش رو کنترل بکنه و همیشه شاکی از اونها، در حقیقت درونش انقدر میتونه آشفته باشه و دگرگون باشه که نمیدونه با خودش چجوری کنار بیاد و این منقلب بودن درونو انعکاس میده به اطراف، به اطرافیانش. اینم در نظر بگیرین که چرا گفتم اختلال شخصیتی میتونه باشه. برای اینکه کسی که دائم داره شکایت میکنه و هیچ چیزی اونو نمیتونه راضی بکنه، در حقیقت نمیدونه چطور اصلا خودش رو تسکین بده و همش به بیرونش نگاه میکنه که شاید از طریق دیگران بتونه درونش رو آروم بکنه. این باعث میشه شکایت بکنه، طغیان بکنه و سعی بکنه همونطوری که اشاره کردم اطرافیان رو کنترل بکنه. متاسفانه میبینه به جایی نمیرسه. چه هنری واقعا اطرافیان میتونن استفاده بکنن، به خرج بدن که بتونن کنار با این شخص بیان و به رابطهشون صدمه نخوره؟ ببینید، اول این مهمه که اون شخصی که شروع میکنه شکایت بکنه، بدونین که در اون موقع منطق رو ممکنه اصلا نپذیره. ممکنه فقط اون منطق و دیدگاه خودش رو اون موقع میتونه بهش نگاه بکنه و نمیتونه واقعا اصلا شاید صدای شما رو هم بشنوه، دیگه چه برسه بخواد معنی حرف شما رو درک بکنه. اون موقع هست که میتونین از جملاتی که میتونه احساسی باشه باهاش برخورد بکنین، مثل من میدونم الان مثل اینکه ناراحت هستی، و یا ازش حتی سوال بکنین، سوالهایی رو مطرح بکنین که ببینید در ذهنش چی میگذره. یکی که ممکنه ایراد بگیره از یک چیز بسیار کوچیک، پشتش میتونه انقدر ناراحت باشه نسبت به یه موضوع بسیار مهمی که در میون نذاشته. بنابراین من میخوام همیشه ما سعی کنیم از قضاوت کردن و لیبلایز کردن خودمونو دور بکنیم و بتونیم از دیدگاه اون شخص نگاه بکنیم که اون کجا قرار گرفته و چطور میشه از یه طرف هم به شما صدمه وارد نشه که احساس بکنید که یکی مدام داره از شما شکایت میکنه. ببینیم اگه میبینید که در اون موقع که حتی جملاتی رو استفاده میکنید که از لحاظ احساسی این شخص رو درک بکنین هنوز نمیتونه بپذیره، ممکنه که مجبور باشین حتی از مکان، از اون مکانی که باهاش هستین بیاین بیرون و یه وقتی رو بدین اون برای خودش داشته باشه تا خشم انفعالی یا انفجاریش کاهش پیدا بکنه. در ضمن این باعث میشه که شما دارین هم آگاه هم غیر مستقیما بهش میگین که من برای خودم مرز دارم و حد و حدودی دارم که تعیین دارم میکنم و اگه قرار باشه بی احترامی یا ایرادگیری انقدر سخت و دشوار باشه که احساس بکنید که اون احساس عدم
عزت نفس شما داره میاد پایین، اون موقع اون شخص متوجه میشه که شما دارین تعیینش میکنین اون حد و حدود رو با رفتن از منزل یا محل کار یا هر جایی که با اون شخص قرار گرفتین. یه موقع هم میتونه صحبت راجع به این باشه که اون شخص بدونه که اگه شروع بکنه به طغیان، پرخاشگری و ایرادگیری و بخواد شما رو و کارهای شما رو تحت کنترل قرار بده، یه نتیجه یا کانسکوئنسی براش داره و این موضوع موضوع تهدید نیست. موضوع اینه که شما میخواین از حریمتون واقعا مراقبت بکنین و اجازه ندین که یکی دیگه مثل یک معلمی که خطکش به دست ایستاده برای شما تعیین بکنه که شما چه کارهایی رو میتونین انجام بدین یا ذره بین بندازه روی نکات بسیار کوچیک ولی به طور وسواسی. اختلال شخصیتی وسواسی، همین که یک شخص میتونه پیله بکنه و به یک واقعا یک نکته کوچیک نگاه بکنه و نتونه اینو کنار بذاره، میتونه هم ضربه به خودش بزنه هم به اطرافیانش. این باعث میشه که نتونه با واقع بینی به دورش نگاه بکنه و نتونه حتی خودش رو آروم بکنه. پس بنابراین نتیجه میگیریم که یه مقدار اختلال شخصیتی وسواسی میتونه باشه، پرفکشنیزم، شاید اون شخصی باشه که همه کاری رو میخواد به نحو احسن انجام بده و خیلی نسبت به خودش سخت گیره و به شما هم میرسه خیلی سخت گیره و حتی ممکنه شما رو جایی قرار بده که احساس بکنید به قول خارجی ها بهش میگن lose-lose situation، یعنی شرایطی که برنده نمیتونین بشین، همیشه توش میتونید بازنده بشین. برای که حرف باید حرف این شخص باشه و دیدگاه باید دیدگاه این شخص باشه و این شخص میتونه درست و غلط بهش نگاه بکنه، در صورتی که واقعا میتونه جنبه های دیگه ای هم داشته باشه. حالا دلم میخواد براتون یه مثال بزنم که این مثال میتونه خیلی کمک بکنه که چگونه میشه با یک همچین شخصی کنار بیاین. قبل از اینکه این مثال رو بزنم، اختلالات روانی رو باید در نظر بگیریم. کسی که دچار افسردگی باشه میتونه مدام ایراد از اطرافیانش بگیره، برای اینکه میتونه افسردگی داشته باشه که آگاهی داره نسبت بهش یا حتی نهفته هستش ولی خودشو ابراز میکنه با شکفه و گلایه. بنابراین درمان میتونه بسیار مهم باشه. در این 15 سال تجربه‌ای که من دارم، واقعا همیشه اختلال شخصیتی و روانی رو میبینم، برای که مکمل همدیگه هستن تا حدی، نمیتونیم جدا بکنیم کامل. برای که شخصیت یک شخص که داره فرم میگیره به خلق و خوی اون هم ربط داره. یه دلیلی که خیلی از شما عزیزان میگین که بعضی ها از وقتی به دنیا میان خلقشون متغیر هستش، آروم نمیشن و انگار که از کودکی یه علامتی رو دارن نشون میدن که خیلی سخته آروم بشن، تسکینشون بدین. ولی خب به تجربیات و اجتماع هم ربط داره. مدلی که مادر و پدر با اون شخص برخورد میکنن خیلی میتونه مهم باشه، میتونه تا حدی سازنده باشه تا حدی مخرب باشه. داشتم میگفتم دلم میخواد یه مثال براتون بزنم که این موضوع رو بهتر براتون بشکافمش. پسری که به دوست دخترش دائم میگه چه کار بکنه و چه کار نکنه. اگه با هم میرن شام بیرون و دوست دخترش ممکنه منتظر تلفن مادرش باشه، منتظر یه کاری باشه و این شخص تلفن رو جواب بده، این پسر میتونه اونو سرزنش بکنه، میتونه احساس بکنه که دوست دخترش اهمیت بهش نداده، توجه بهش نداده و اون تلفنی رو که دختر جواب داده متاسفانه میتونه این پسر خیلی منفی انالایزش بکنه و همین میتونه باعث بشه که یه بحثی بین این دو نفر به وجود بیاد. اینجا هست که
واقعا این دختر خانم میتونه اون هنر رو نشون بده، اول حس کنه که دوست پسرش احساس کرده که واقعا اهمیت بهش داده نشده، توجه کامل نگرفته، و تا میخواد اون شروع بکنه سرزنشش بکنه میتونه همونجا بگه من منظوری نداشتم که تو رو ناراحت بکنم، منظوری نداشتم که احساس بی تفاوتی یا بی اهمیتی به تو انعکاس بدم، من منتظر تلفن بودم. و همین میتونه تا حدی برای اون شخص دنیای ارزش داشته باشه، تا اینکه باهاش بدرفتاری بکنه و بگه تو چه حقی داشته که به من بگی من تلفنم رو جواب ندم، همین میتونه بحث به جاهای باریک کشیده بشه. بنابراین همیشه وقتی یک بحثی بین دو نفر پیش میاد، هر دو نفر دارن شرکت میکنن در این مجادله، نمیشه ما یک طرفه نگاه بکنیم. اگه این شخصی که این پسری که احساس کرده بهش بیتوجهی یا بیتفاوتی شده سرزنش بکنه دوست دخترشو و شروع بکنه به بد و بیرا گفتن، اون موقع متفاوته. اون موقع دختر میتونه اصلا بگه من اینجا دیگه نمیتونم بمونم، برای اینکه داری بی احترامی به من میکنی، و خود این پسر یاد میگیره که اگه بخواد رفتار واقعا ناگوار نشون بده، خب اصلا اون دیت رو از دست خواهد داد. بنابراین خیلی موضوع مهمه که مرز حد و حدود تعیین بشه، یعنی اگه کسی خودش احترام برای حد و حدود خودش قائل نباشه، نمیتونه از افراد دیگه بخواد که اونها براش برای اون مرزش احترام قائل باشن. هرچی عزت نفس، اعتماد به نفس و احترام به خود بالاتر باشه، انعکاس داده میشه در روابط و این باعث میشه که حتی ترمزی باشه برای اون شخص مقابل. کسانی که این ایمپالس کنترل دارن، یعنی نمیدونن که چجوری جلوی خودشونو بگیرن و با خشونت برخورد میکنن و حرفهایی رو میزنن که صدمه به دیگران میزنن و خودشون بعد پشیمون میشن، در حقیقت اون اینترنال سلف کنترل بهش میگیم، یعنی اون کنترل درونی رو که باید داشته باشن یاد نگرفتن چطور داشته باشن و به کار ببرن. و این موضوع خیلی جالبه که حتی به مغز هم ارتباط، یعنی ربط داره. کسی که فوری یه واکنشی رو نشون میده، در حقیقت ساینتیست ها به اینجا رسیدن که بخشی از مغزش به نام امیگدالا که مسئول عواطف هستش پرکاره، و یا اینکه اگه پرکارم نباشه پرکار میشه، اینقدر این شخص ریاکت میکنه، واکنش های بزرگ نشون میده. و اون بخشش فور برین مغز که مسئول تصمیم گیری هستش، مسئول جاجمنت هستش، کمکار میشه، و یا اینکه میتونه کمکار بوده باشه و اینطور ابراز بشه. وقتی ما از راه و روش های روانی استفاده میکنیم، حتی یک مقدار کنترلم روی مایند، روی مغزمون پیدا میکنیم. خیلی موضوع جالبیه. شما باورتون میشه که این نتیجه رو ساینتیست ها گرفتن که وقتی که شما عصبانی میشین یا میخواین واکنش نسبت به یه مسئله نشون بدین، فقط 5 تا 7 ثانیه طول میکشه تا بتونید از اون تصمیم گیری، از جاجمنتتون استفاده بکنین که ببینید اصلا چه واکنشی میخواین نشون بدین یا چطور میتونین حتی جواب سوال یه نفر رو بدید. و برای اونهایی که ایمپالس کنترل دارن و ایرادگیرن به حدی که طغیان میکنن و جلوی خودشون رو نمیتونن بگیرن، اصلا اتوماتیکلی اون 5 تا 7 ثانیه وجود نداره، یعنی یک به اون واکنش فوری عادت کرده مغز و روان این شخص. پس ببینید چقدر این موضوع جالبیه و خیلی هم موضوع عمیقیه. این میتونه شخصی باشه که یاد نگرفته باشه که چگونه به موقع
ترمز درونی خودش رو به اجرا بذاره. از اتاق فرمان به اطلاع من رسوندن که الان وقت برای تبلیغات هست تا بخش دوم برنامه با من باشی. بینندگان عزیز، بخش دوم برنامه هست و مطلب راجع به افراد ایرادگیر هست. افراد ایرادگیر دارای خصوصیات کمالگرایی هم تا حدی هستن که به انگلیسی بهش میگیم نارسیسیزم. کسی که مدام ایراد میگیره و شکایت میکنه ناآگاه و غیر مستقیمن داره به اطلاع شما میرسونه که مهم هستش و میخواد تایید بشه، میخواد تحسین بشه و میخواد شما یک توجه بسیار بسیار کاملی رو بهش بکنی. این شخص ممکنه که خودش رو فقط در اون دایره نگاه بکنه و نیاز داشته باشه که شما یه علامتی بهش بدین که شما هم مهم هستین و شما هم نیازه که دیده بشین و درک بشین. این موضوع بسیار میتونه مهم باشه. پس بنابراین اینم برمیگرده به داینامیک دو نفر. وقتی که یه نفر داره ایراد میگیره و شما اجازه بدین این ایراد گرفتن طولانی هم باشه و ادامه هم پیدا بکنه به حدی که شما بخواین خشمگین بشین، در حقیقت اتفاقی که اینجا افتاده اون شخص محبتش و عشقش رو داره میگه شرطی هست. یعنی چی؟ یعنی داره میگه من تو رو میپذیرم به شرطی که خوب باشی، به شرطی که انعطاف پذیر باشی، به شرطی که اون طوری که من از تو میخوام رفتار بکنی رفتار بکنی و به نحو احسن اون کارهایی رو که قراره برای من انجام بدی انجام بدی. خب این بهش میگیم conditional love. کسی که احساس بکنه که موقعی که اون جوری که میخواد شما باهاش برخورد بکنید باید برخورد بکنه و بترسه و بلرزه که خودش باشه و راحت باشه، این باعث میشه که رابطه صدمه ببینه. برای اینکه این شخص دیگه احساس میکنه که چطور میتونه با شما برنده باشه و چطور میتونه باب میل شمایی که ایراد میگیرین آرزوتون رو برآورده بکنه، در صورتی که این شخص یادتون باشه از خودش هم رضایت نداره. بنابراین این خصوصیت شخصیتی هم میتونه خیلی خیلی تاثیرگذار باشه. حالا اینو در نظر بگیرین، کسی که ایراد میگیره، کسی که دائم داره شکایت میکنه، در حقیقت تا حدی میخواد انوایرمنت یا اطرافیانش رو کنترل بکنه. به حدی این کنترل میتونه افزایش پیدا بکنه که اون شخصی که در این رابطه قرار گرفته، چه دوستی، چه رابطه عشقی، هر رابطه‌ای که میخواد باشه، میتونه احساس بکنه که داره اطرافیانش رو یا عزیزانش رو نسبت به اونها دور میشه. این باعث میشه که به انگلیسی هم بهش میگیم isolate میشه. برای اینکه اون شخصی که ایراد میگیره از اطرافیان این شخص هم ایراد خواهد گرفت که چرا باهاش بد برخورد شده، چرا اونطوری که باید استقبال ازش میشده نشده، و همینا باعث میشه که این اون شخص دیگه احساس بکنه که تنها در این رابطه گیر افتاده. یه موضوع مهم دیگه میتونه این باشه که شخص ایرادگیر میتونه حتی حسود هم باشه، میتونه شخصی باشه که احساس کنه که اون شخص جزوی از مالکیت او هستش و میخواد بدونه که دوستش کجا میره، کجا میاد، با کی صحبت میکنه، راجب چه مطالبی صحبت میکنه، و اون شخص میتونه واقعا احساس بکنه انگار که یک تنابی دور گردنش گرفتن داره خفه میشه و نمیدونه چطور خودشو رها بکنه از این موضوع. به جایی میتونه برسه که انقدر احساس بکنه که تحت فشار قرار گرفته و داره کنترل میشه که اصلا دیگه نمیتونه لذت از زندگی ببره. نمیتونه اصلا اون کارهایی رو که شخصیه و برای خودش نیاز انجام بده حتی انجام بده. یه مثالش میتونه این باشه که در یه رابطه یه نفر
عاشق ورزش کردنه و دوست داره بره جیم، ولی اون دوستش دوست نداره و این جیم رفتن رو میتونه از او بگیره و کنترل از همینجا میتونه شروع بشه که جملاتی استفاده کنه: من میخوام با تو ورزش کنم، جیم نرو. من میخوام با تو ناهار بیرون برم، ناهار با دوستت نرو. من میخوام با تو کتاب خونه برم، بدون من کتاب خونه نرو. و متاسفانه کسی که کنترولینگه در حقیقت داره پیام میده که کنترلی نداره، خیلی زد و نقیزه و خود این میتونه خودش هم بسیار اذیت بکنه، برای که اون موقع از درون خودش هم داره دور میشه، نمیتونه درون خودش اون احساسات اصیلی رو که داره، میتونه غم باشه، میتونه از دست دادن یه نفر که خیلی مهم تو زندگیش باشه و در سوگواری داره ممکنه وقتش رو سپری میکنه و همین میتونه باعث بشه که یه سرپوشی رو بذاره روی درون خودش با اون مگنیفاینگ گلاس که داره میذاره روی اون شخص دیگه و تمام کارهای اون شخص رو داره مایکرو منیج میکنه یا اداره داره میکنه. پس بنابراین هر وقت هر کسی که تو فکر اینه که کی بهش چی گفت، چه کار کرد و خودشو در این خودآزاری قرار میده و میخواد کنترل بکنه فکر یه نفر دیگر رو، رفتار یک نفر دیگر رو، این باعث میشه که از باز اشاره میکنم از درون خودش دور بشه، نگاه به خودش نکنه، ارزیابی نکنه که خودش کجا قرار گرفته. پس بنابراین نتیجه میگیریم کسی که فوق‌العاده کنترولینگ هستش و ایرادگیر هستش نه تنها به خودش صدمه میزنه، به اطرافیانش هم میزنه و اونهایی که اجازه میدن که این افراد باهاشون به طور کنترولینگ برخورد بکنن و به قول خودشون همه چیز رو ازشون بگیرن، در حقیقت اونها اجازه دادن که کنترل بشن، بهشون بی احترامی بشه و مثل یک بچه باهاشون رفتار بشه. پس ببینید چقدر این موضوع میتونه موضوع عمیقی باشه و به اون انسیکیوریتی یا عدم اعتماد به نفس و حرمت به نفس نداشتن یا کم داشتن او هم ربط داشته باشه. برای همین هست که کسی که ایرادگیر و کنترولینگ هستش با کسی در رابطه میره که تا حدی اون بتونه انعطاف پذیر باشه و حرفهای او رو بپذیره. اگه از اول با کسی باشه که اصلاً حرفاشو نمیپذیره و تا حدی کمالگرا هست و اون شخص دیگه نیست یا میتونه باشه و به طور زیاد نارسیسیزم داشته باشه، از همون اول رابطه پاشیده میشه. پس ببینید به قول آمریکایی ها it takes two to tango. همیشه در روابط داینامیک رو نگاه میکنیم، از دو طرف باید نگاه بهش بشه و از واقعا انگل یا زاویه های دیگه و این باعث میشه که وقتی درک بالا بره از لحاظ راه و روش هایی که استفاده نیاز بشه، آدم میتونه واقعا استفاده بکنه و خودش رو در موقعیتی قرار نده که بهش آسیب رسیده بشه. خیلی خوشحالم که این وقت رو داشتم که این گفتگو رو با شما داشته باشم عزیزان و حتما در برنامه دیگه، الان وقت کمه، بیشتر راجع به ایرادگیری که بازم میگم واقعا موضوع شخصیتی و یه مقدارش هم روانی هست، صحبت با شما خواهم کرد. فعلا روز همگی شما عزیزان خوش.